نشستی با عنوان اکثریت سیاسی عراق در چرخه وعده و وعیدها در شهر مقدس کربلا برگزار شد. این نشست با روی کرده بررسی تنش و چالش های روز کشور عراق در مرکز مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای النبع در شهر مقدس کربلا برگزار شد. در این نشست که جمعی از کارشناسان امور سیاسی و صاحب نظران اجتماعی حضور داشتند، سید عدنان الصالحی مدیر مرکز المستقبل به ایراده سخن پرداخت. این کارشناس علوم سیاسی ضمن مطرح کردن مطالبی درباره معنی و مفهوم اکثریت سیاسی از اکثریت رایج در زندگی سیاسی دموکراسی نام برد و توضیحاتی درباره مفاهیم گروه بندی های سیاسی بیان کرد. وی در ادامه توضیحات خود با اشاره به تاریخ بعضی کشورهای اروپایی افزود مغوله اکثریت در اروپا به ویژه پس از انقلاب فرانسه رشد و شکوفا شد در حالی که پیش از آن معیار در قانونگذاری اکثریت بود که در پارلمان سوئد لحاظ میشد و از سال 1720 میلادی اختیاراتی فراگیر در قانونگذاری به دست آورد وی در پایان افزود با این راهکار بود که در سال 1772 میلادی جایگاه نهاد قانونگذاری عرصه سیاسی منطقه‌ای به حکم قانون اساسی در برابر فرمان سلطنتی برتری یافت. شاید ذکر است مؤسسه فرهنگی رسانی النبع از مراکز وابسته به مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله می باشد که در نشست های تخصصی به بررسی موضوعات روز سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف اسلامی میپردازد.